مشخصه سوم پیامبران دروغین که کتاب مقدس به ما میگه اینه که آنها نشانه ها و معجزاتی برای اثبات کلام خود از سوی خداوند را ندارند این پیامبران معجزاتی ندارند چرا چون خداوند نفرستاده اینها رو خداوند که یه پیامبری رو که میفرسته بهش، بهشون بهش آیات و معجزات و قوات میده که در دوم قرنتیان در کتاب مقدس در باب دوازده آیه دوازده میخونیم میگه به درستی که علامات رسول یعنی نشانه رسول خدا چیه؟ علامات رسول در میان شما با کمال صبر از آیات و معجزات و قوات پدید گشت این نشانه رسول واقعی خداست که آیات داره معجزات داره و قوات داره خداوند موسی رو خوند گفت برو به نزد امت من بنی اسرائیل و و اونا رو آزاد کن برو پیش فرعون بگو که امت منو آزاد کنه و موسی گفت خداوند من کیم من چجوری میتونم این کار انجام بدم موسی گفت اسات رو بنداز زمین موسی اساش رو انداخت زمین و این اسا تبدیل به مار شد و موسی خداوند به موسی این معجزه رو داد گفت برو پیش فرعون اگه فرعون به حرف تو گوش نداد این معجزه را نشون بده تا پی ببره که تو فرستاده ای من هستی که تو معجزه داری تا به نبی بودن تو ایمان بیارند و اعتبار داد خداوند به به پیامبر بودن موسی و سایر پیامبران اما زمانی که میای به سوی به سراغ محمد میبینی محمد هیچ معجزه نداشت که در سوره انعام در قرآن آیه 37 میخونه میگه و گفتند مردم میگفتند چی؟ میگن گو... می که چرا نشانه و معجزه از طرف پرد... پروردگارش بر او نازل نمیشود؟ مردم اعتراض میکردن که این محمد که ادعا میکنه که از سوی خداست فرستاده خداست چرا خداوندش اللهش چرا بهش نشانه و معجزه نداده چرا نمیتونه معجزه کنه که ما بهش ایمان بیاریم بفهمیم که واقعا این پیامبره چرا چون پیامبر دروغین بود پیامبر واقعی معجزه میکنه تا مردم بتونن تشخیص بدن که این پیامبری از سوی خداست ولی محمد نداشت که نشون میده که پیامبر دروغین بود